به نام خدا. سلام، به اپیزود 65 از سلفی کست خوش اومدید. در این قسمت فصل 7 کتاب قوانین طبیعت انسان رابرت گرین که در مورد نفوذ و تاثیرگذاری در دیگران هست رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. هر کدوم از ما دنبال منافع شخصی خودمونیم. دوست داریم مستقل باشیم و راه خودمون رو بریم. به همین دلیل وقتی دیگران میخوان ما رو متقاعد کنن یا تغییری در ما ایجاد کنن، حالت دفاعی میگیریم و مقاومت میکنیم. تسلیم شدن یا قبول کردن خواست دیگران باعث میشه ما احساس بدی داشته باشیم. به خاطر همینه که وقتی بخوایم کسی رو از حالت دفاعی بیرون بیاریم، باید طوری رفتار کنیم که انگار اون به خواست خودش تغییر موضع داده. احساس صمیمیت و دوستی آدما رو نرم میکنه و باعث میشه اونا به میل خودشون برای کمک کردن پیش قدم بشن. بنابراین هرگز نباید به باورهای دیگران حمله کنین یا کاری کنین که نسبت به هوش خودشون دچار تردید بشن. در مورد خودتون هم باید یاد بگیرید که ذات سرکش و لجباز خودتون رو رام کنید و از حالت دفاعی پرهیز کنید. داستان لیندون جانسون در فهم این مطلب به ما کمک میکنه. جانسون از اول که وارد سیاست شد یک اشتیاق داشت و اون این بود که رئیس جمهور آمریکا بشه. برای رسیدن به این مقام به یک ارتقاء سریع نیاز داشت. در 28 سالگی به عنوان نماینده مجلس نمایندگان انتخاب شد و به نظر می رسید که در مسیر درستی قرار گرفته. اما در اونجا توفیق چندانی پیدا نکرد. اونجا بسیار بزرگ و پیچیده بود و جانسون در تعامل با گروه‌های بزرگ چندان موفق نبود. اون یک سخنران عمومی حرفه‌ای نبود، اما در تعاملات دو نفره می‌درخشید. در سن 40 سالگی وارد سنا شد. اینجا همون جایی بود که میتونست با افراد گپ و گفت‌های دو نفری راه بندازه و نفوذش رو افزایش بده. اما یک مشکل وجود داشت و اون این بود که سناتورها راجع به جانسون تفکرات منفی داشتن و از خصوصیات سرکش بودن و جاه طلبی اون باخبر بودن. او طبیعت سرکش خودش رو کنترل کرد و به جای صحبت کردن زیاد اجازه میداد سناتورهای دیگه صحبت کنند و به جای فکر کردن به خودش بر سناتورهای همکارش تمرکز میکرد. او ظاهر یک سناتور جوان تازه کار رو به خودش میگرفت و خودش رو شیفته یادگیری نشون میداد. با این روش اون تونست از تمام ریزکاری‌های سنا سر در بیاره. مثلا یاد گرفت چطور نتیجه آرا رو پیش بینی کنه یا روش تصویب لایه‌ها رو بفهمه و کلی چیزای دیگه. سناتورها با دیدن این جانسون حالت دفاعی که نسبت به اون داشتن رو از بین بردن و اعتماد کامل رو جایگزینش کردن. در واقع جانسون با این سیاست رفتاری تونسته بود این امر مهم رو انجام بده. قدم بعدی جانسون این بود که به سناتور راسل که فردی با نفوذ و قدرتمند بود نزدیک بشه و بتونه با کمک اون به هدفش نزدیکتر بشه. اون هرگز بیسبال دوست نداشت و به جنگ داخلی اهمیت نمیداد. اما وقتی فهمید راسل به این دو علاقه‌منده، سریع موضع خودش رو تغییر داد و یک سری کارهای دیگه کرد که در چشم راسل به یک فرد محبوب تبدیل شد که راسل حاضر بود هر کاری براش انجام بده. حالا دیگه جانسون به فردی محبوب و بانفوذ در سنا تبدیل شده بود. آخرین قدمی که باید برمی‌داشت این بود که در لیبرال‌های شمالی بتونه نفوذ کنه و این مهم فقط با همکاری با سناتور هامفری ممکن بود. جانسون یک راه سگانه برای ورود به قلب‌ها داشت که برای هامفری هم به کار برد. 1. ایجاد احساس دوست داشتن. 2. تایید باورش مبنی بر داشتن لیاقت رئیس جمهور شدن. و 3. دادن ابزار عملی برای تحقق رویاهاش. جانسون این بار هم موفق شد که نفوذ مناسبی در هامفری داشته باشه و حتی به تحسین روزولت که شخصیت محبوب هامفری بود پرداخت. بعد از چند ماه هامفری حاضر بود هر کاری برای جانسون انجام بده و این باعث شد که جانسون در لیبرال‌های شمالی هم نفوذ کنه. همه این تلاش‌ها در نهایت باعث شد که جانسون رئیس سنا بشه. این داستان واقعی به ما یاد میده که نفوذ بر مردم اونطور که ما فکر می‌کنیم نیست. ما معمولاً سعی می‌کنیم بهترینمون رو به نمایش بگذاریم. دستاوردهای گذشته‌مون رو میگیم و وعده‌های زیادی به این عموم میدیم. اون چه متوجه نیستیم اینه که ما توجهمون رو روی خودمون گذاشتیم و توی ارتباط با دیگران این پیام رو به اونها منتقل می‌کنیم که اونها هم به فکر منافع خودشون باشن.
در حالی که مسیر نفوذ برعکسه. باید تمرکزتون روی دیگران باشه. به حرفاشون گوش بدین و براشون ارزش زیادی قائل باشین و طوری رفتار کنین که انگار اونها بسیار ناب هستن. با این کار اونها سپر دفاعی خودشون رو کنار میگذارن و شما میتونید در اونها نفوذ کنین. مردم شیفته این هستن که تجربه خودشون رو ارائه بدن. وقتی توجه مناسبی به اونها داشته باشید، کم کم وابسته این توجه میشن و شما میتونید با توجه به زمان و انرژی اونها درخواستهای خودتون رو مطرح کنید و جواب مثبت بگیرید. پس از این به بعد در گفتگوها هوشمندی دیگران رو به رخ بکشید، نه ویژگی‌های مثبت خودتون رو. بیشتر مردم دنبال این نیستن که از کسی چیزی یاد بگیرن یا سرگرم بشن، بلکه تمایل دارن تحسین و تمجید بشن. ما از زمانی که فردیت خودمون رو درک میکنیم، یعنی اوایل کودکی، برای مراقبت از خودمون یک بُعد دفاعی در شخصیتمون شکل میدیم. یعنی دوست نداریم کسی به حریم شخصیمون تجاوز کنه یا ما رو وادار به کاری کنه که دوستش نداریم. بزرگتر که میشیم این بُعد قوی تر میشه، چون ما توسط دیگران مدام قضاوت میشیم و فکر میکنیم که دیگران قصد سوء استفاده از ما رو دارن. اما یه لحظاتی هم هست که این سپر دفاعی در هم میریزه، مثل زمانهایی که عاشق میشیم و این حس متقابله. مخاطبمون دائم از ویژگی‌های مثبت ما تعریف میکنه، ما احساس ارزشمندی میکنیم و به معشوق اجازه میدیم در اراده ما تأثیر بگذاره. چون احساس امنیت درونی داریم و میدونیم که قضاوت نمیشیم، سپر دفاعی رو کنار میگذاریم و اجازه نفوذ میدیم. در نهایت میشه اینطور گفت که کلید رد شدن از حالت دفاعی دیگران ایجاد حس اعتبار در اونهاست. مردم درباره خودشون برداشتی دارن که ما میتونیم بهش بگیم خودباوری. خودباوری سه ویژگی جهانی داره: استقلال و اراده، هوش و خوب بودن. در مورد اول، یعنی استقلال، ما ممکنه در بعضی تصمیم‌های زندگی تحت فشار عوامل مختلف کاری رو انجام بدیم، اما هر طور شده می‌خوایم به خودمون بقبولونیم که با اراده کامل خودمون اون کار رو انجام دادیم. در مورد ویژگی دوم، یعنی هوش، شاید بدونیم که در حد انیشتین نیستیم، اما در حوزه کاری خودمون باهوشیم. و در مورد ویژگی سوم، یعنی خوب بودن، ما همیشه دوست داریم که یک هدف یا نهضت خاصی رو حمایت بکنیم. ما با مردم رفتار خوبی داریم. حتی اگر در سمت ریاست به زیر دستانمون سخت بگیریم، اسمش رو عشق خشن یا خیرخواهی میذاریم. خلاصه بر این باوریم که همیشه خوب دیگران رو میخواییم. علاوه بر این سه ویژگی جهانی، ما خودباوری‌های شخصی هم داریم که به ناامنی‌های درونیمون سر و سامون میده. مثلا من روح آزادی دارم، من نیاز به کمک کسی ندارم، من خیلی خوش‌تیپم، من با هر کس که بخواد رئیس بازی در بیاره در میافتم و همه اینها در زمان کودکی ما شکل گرفتن. در کل ما با انسانی که این ویژگی‌های خودباوری رو داره باید چیکار بکنیم؟ همون چیزایی که پیش از این هم بیان شد. احساس امنیت درونی رو در افراد نهادینه کنیم، ارزش‌های اونها رو بازتاب بدیم و نشون بدیم که دوستشون داریم و براشون احترام قائلیم. کاری کنیم که احساس کنن قدر خرد و تجربه اونها رو میدونیم. فضای صمیمی ایجاد کنیم، یعنی شرایطی ایجاد بکنیم که بخندن و حس همدلی داشته باشیم و همه اینها باید واقعی باشه، نه جعلی. این مطالب برای افرادی که عزت نفس پایین دارن جواب نمیده، چون اونها بر این باورن که آدمهای چندان خوبی نیستن و دنیا هم با اونها سر مخالفت داره. برای چنین افرادی باید ابتدا با اونها همدلی کنیم و بعد روانشناسی معکوس رو به کار ببریم، یعنی ازشون کاری رو بخوایم انجام بدن که واقعا دلمون نمیخواد انجامش بدن و اونها برای اینکه باورهای ضعیفی نسبت به خودشون دارن اون کار رو انجام نمیدن و ما در نهایت به هدفمون میرسیم. در ادامه 5 راه متقاعد کردن دیگران که از روی بزرگترین افراد با نفوذ تاریخ طراحی شده رو با هم دیگه بررسی میکنیم تا با کمک اینها بتونیم به اهدافی که در این زمینه داریم برسیم. 1. به شنونده عالی تبدیل بشید. برای این کار علاوه بر این که بیشتر از حرف زدن حرف میشنوید، نباید وقتی گوش میدید فکر کنید یا چیزی برای گفتن آماده کنید. تمرکز فقط باید روی حرف مخاطب باشه و باید بتونید به موقع حرفایی بزنید که نشون بده که به دقت دارید به حرفاش گوش میدید. بعد از صحبت با شما باید احساس بهتری نسبت به خودشون داشته باشن، پس اجازه بدید ستاره باشن. بعد شوخ‌طبع و سرگرم کنندشون رو بیرون بکشید. این کار باعث میشه که بی‌صبرانه منتظر ملاقات بعدی با شما باشن و در کنار شما احساس آرامش کنن و در نهایت میتونید در این مرحله خواسته هاتون رو از اونها داشته باشید.
2. حال خوبتون رو به دیگران منتقل بکنید. ما به عنوان موجودات اجتماعی بی نهایت به حال هوای دیگران حساسیم. همین به ما قدرتی میده تا برای نفوذ به دیگران به اونها حال خوب منتقل کنیم. اگه آروم باشین و یک تجربه خوشایند رو رقم بزنین، این حال تأثیر آینه‌وار روی مخاطبتون میگذاره. یکی از بهترین برخوردها پذیرش یک فرد بدون قضاوت هستش. یعنی همونطور که هست بپذیرینش. هنری جیمز نویسنده امریکایی در رمان سفیران یک نمونه خوب از این موضوع رو مطرح کرده. ماری دویونت زن فرانسوی مسنی که نگران پسرشه و از مرد آمریکایی به نام لامبرت استتر کمک میگیره تا پسرشو به آمریکا برگردونه. استتر از همون لحظه‌ای که ماری رو میبینه محصورش میشه. این زن ترکیبی از رمزآلود بودن و شفافیته. اون با دقت به حرفای لامبرت گوش میده و بدون حرف زدن در اون احساس فهمیده شدن و آرامش ایجاد میکنه و این یعنی همدلی و عشق بی‌قید و شرط. لامبرت این زن رو صاحب روحی خالص و زیبا توصیف میکنه و بدون اینکه زن درخواستی رو مطرح کنه خودش بهش پیشنهاد کمک کردن میده، چون کاملا تحت نفوذ زن در اومده. نوع دیگری از این حالت زمانیه که حس نزدیکی و صمیمیت رو از طریق خوشگذرونی و بگو بخند با دیگران به وجود میاریم. لیندون جانسون استاد این کار بود. اون اغلب دستش رو دور شونه مهمونهاش مینداخت و بازوی اونها رو به نشونه دوستی میفشرد. بسیاری از مطالعات در مورد سرنخهای غیر کلامی نشون دادن که لمس ساده دست یا بازوی دیگران موجب میشه فرد مقابل نسبت به شما افکار مثبتی داشته باشه، بدون اینکه بدون دلیل این افکار چیه. چنین رفتاری اگر با ارتباط چشمی همراه بشه قوی تر و تأثیرگذارتر میشه. یادتون باشه که انتظارات شما درباره مردم به صورت غیر کلامی بهشون منتقل میشه. مثلا ثابت شده معلم هایی که از دانشجوهاشون انتظار بالایی دارن بدون اینکه کلامی به زبون بیارن تأثیر مثبتی بر عمل کرده اونها دارن. اگه شما هنگام دیدار فردی هیجان زده بشید، همین احساس رو با قدرتی دوچندان بهش منتقل میکنید. پس اگه میخواید از فردی درخواست کمک کنید، قبل از درخواست در ذهن خودتون اون رو فردی سخاوتمند و مهربون فرض کنید. 3. خودباوری اونها رو تایید کنید. اگه یادتون باشه خودباوری 3 ویژگی جهانی داشت که برای هر کدوم یک مثال میزنیم تا بدونید چطور خودباوری تایید میشه. اولیش استقلال بود. اگه شخصی احساس کنه که داره به زور کاری رو برای شما انجام میده، نمیتونید بهش نفوذ کنید. اونا باید احساس کنن که این کاری که برای شما انجام میدن انتخاب خودشونه و هر چقدر شما بتونید این احساس رو عمیق‌تر ایجاد کنید، موفق‌تر میشید. ماجراهای تام سایر رمانی به قلم مارک توین نویسنده آمریکایی معروفه که شخصیت نوجوان و بازیگوش رو به تصویر میکشه که با خالش زندگی میکنه. در قسمتی از داستان تام سایر به خاطر درگیری توسط خالش تنبیه میشه. اون آخر هفته رو به جای اینکه با بچه‌ها به رودخونه بره و شنا کنه، باید خونه بمونه و نرده‌های دور خونه رو رنگ کنه. یکی از دوستاش اونو می‌بینه. با اینکه می‌دونسته تام داره تنبیه میشه، بهش میگه ما با بچه‌ها داریم میریم رودخونه. تو هم با ما میای؟ تام وانمود می‌کنه که به کاری که مشغوله علاقه زیادی داره. دوستش کنجکاو میشه و میگه رنگ کردن نرده‌ها تا این حد لذت بخشه؟ اون همونطور که مشغول کار بوده به دوستش میگه این کار بسیار مهمه، به هر کسی نمیسپارن، چون نرده ها اولین چیزیه که همه میبینن و از اون گذشته فقط یک بار در سال ممکنه این اتفاق بیفته، ولی رودخونه و شنا کردن همیشه هستن. دوستش میگه میشه منم امتحان کنم؟ بالاخره بعد از بارها التماس تام قبول میکنه و بعد از مدتی سایر دوستانشون هم به اونها ملحق میشن و تام خودش استراحت میکنه و دوستاش براش نرده ها رو رنگ میکنن. این در حالیه که اگر به اونها التماس میکرد که کمکش کنن، هرگز بهش کمک نمی کردن. تام با مجذوب شدن در کار به صورت غیر کلامی این پیام رو به دوستش منتقل کرد که این کار بسیار لذت بخشه و سخت نیست، بلکه کاریه که چالش برانگیزه و به ندرت پیش میاد. راهکار دیگه برای این کار اینه که غریزه رقابتی دیگران رو تحریک بکنید. بیلی وایلدر وقتی می‌خواست فیلم رابطه خارجی رو بسازه که مربوط به برلین پس از جنگ بوده، یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم زنی به نام اریکاست که خواننده کاباره آلمانی
آلمانیه که با نازی‌ها ارتباطات مشکوکی داشته. وایلدر مارلین دیتریش رو برای این نقش در نظر داشته، اما خود دیتریش همه جا اعلام کرده بوده که از نقش‌هایی که با نازی‌ها در ارتباط باشه بیزاره و بازی در این نقش رو رد می‌کنه. وایلدر به ماری اعتراض نمی‌کنه یا التماسش نمی‌کنه. فقط ازش می‌خواد که دو هنرپیشه دیگه‌ای که برای این نقش در نظر گرفته رو با هم ازشون تست بگیرن تا ببینن کدوم برای این نقش مناسبن. دیتریش هم قبول میکنه، اما وقتی میبینه که این دو هنرپیشه برای ایفای این نقش دارن تلاش میکنن و مناسب هم نیستن برای این نقش، روحیه رقابتیش بیدار میشه و خودش تصمیم میگیره نقش رو بازی بکنه و در نهایت نقشه هوشمندانه وایلدر برای متقاعد کردن دیتریش میگیره. هدایای کوچیک هم میتونه در متقاعد کردن دیگران تأثیر داشته باشه. اما چرا کوچیک؟ دلیلش اینه که هدایای بزرگ ممکنه مخاطب رو بدگمان بکنه و احساس کنه که داره فریب میخوره. پس بهتره هدیه کوچیک باشه. دومین ویژگی خودباوری باهوش بودن هستش. وقتی مخالفت و نظر خودتون رو به کسی میخواید تحمیل کنین، حالت دفاعی اون رو تحریک میکنین. به جای این کار باید خونسا رفتار کنین یا حتی عقیده اون رو بپذیرید. با این کار به اون میفهمونید که قبول دارید باهوشه و اون سپر دفاعی خودش رو پایین میگذاره و راه نفوذ برای شما باز میشه. بهتره که به این شکل عمل کنین. ابتدا با کمی تندی باهاش مخالفت بکنین. بعد به تدریج طوری رفتار کنید که انگار دارید از دیدگاه اون تأثیر میپذیرید و بعد هوش و تأثیرگذاریش رو تایید کنید. در این صورت اون فکر میکنه که بر شما غلبه کرده و این همون چیزیه که شما میخواید. حالا میتونید روی اون نفوذ داشته باشید. نمایشنامه نویس فرانسوی پیر آگوستین در سال 1782 داشت آخرین ویرایش‌های شاهکارش عروسی فیگارو رو انجام میداد. این نمایشنامه نیاز به تایید لویی 16 داشت. وقتی لویی این نمایشنامه رو خوند عصبانی شد، چون هر چی که در دولت باید تکریم بشه رو به سخره گرفته بود. بالاخره با فشارهای فراوون قبول کرد که به طور خصوصی اکران بشه، اما از سانسورچی‌ها خواست که دستی بر این نوشته ببرن. آگوستین برای اینکه این اتفاق نیفته از اهالی علم و روشنفکرها کمک گرفت و اعلام کرد هر کس هر نظری داشته باشه پذیرفته میشه و با ایجاد چند تا تغییر کوچیک این جماعت رو همراه خودش کرد تا جلوی سانسورها رو بگیره و موفق هم شد. سومین ویژگی خودباوری خوب بودن هستش. ما مدام با اشاره به ریشه اخلاقی رفتارهامون خودمون رو آروم میکنیم. اگر کارمند یک شرکت باشیم، خودمون رو دارای روحیه همکاری معرفی میکنیم. اگر رئیس باشیم، با زیر دستان خودمون خوش رفتاری میکنیم و انتظار داریم که دیگران هم همینطور باشن. معمولاً این رفتارهای خوب به نمایش گذاشته میشن. برای اینکه از این خصوصیت، یعنی نشون دادن خوب بودن و کارهای خیر دیگران، بتونید استفاده کنید، خواسته خودتون رو به عنوان بخشی از یک هدف و رسالت بزرگ معرفی کنید. مثلا اگر فروشنده لباس هستین، بگین با خرید این لباس علاوه بر رفع نیازشون به حفاظت محیط زیست و حمایت از مشاغل بومی کمک میکنن. در نهایت اگر به کمک کسی نیاز دارید، به اون یادآور نشید که قبلن چه کارهایی براش انجام دادین یا چه لطفایی در حقش کردین. به جای این بهش یادآور بشین که قبلن چه لطفهایی به شما کرده و چه کارهایی براتون انجام داده. اینطوری خوب بودنش رو تایید میکنید و این باعث میشه که به شما کمک کنن. 4 ناامنی هاشون رو کاهش بدین. هر کسی نسبت به ظاهر، قدرت خلاقیت، اندام، وضعیت اجتماعی و سایر ویژگی هاش تردید داره. شما باید در گفتگوهایی که دارید این ناامنی ها رو کاهش بدین. بهترین استراتژی اینه که ما افراد رو در همون چیزی که تردید دارن تحسین بکنیم. حتی اگر بفهمن که ما از این تحسین قصدی داریم، باز هم تأثیر گذاره. البته اگر به صورت غیر مستقیم باشه بهتره. و بلافاصله بعد از تحسین درخواست خودتون رو مطرح نکنین، چون ممکنه بفهمه که تحسین شما ساختگی بوده. 5. از مقاومت و لجبازی خودشون استفاده بکنید. بعضی افراد نسبت به هر شکلی از نفوذ مقاومند و ناامنی‌های عمیق‌تر و خودباوری کمتری دارند. در مواجهه با این افراد راهکارهایی پیشنهاد میشه. اولین راهکار اینه که از احساسات اونها استفاده بکنید. در کتاب تغییر، 3 نویسنده درمانگر به نام‌های پاول واتسلاویک، جان اچ ویکلند و ریچارد فیش یک نوجوان همیشه در حال شورش رو بررسی می‌کنند که مدیر مدرسه اون رو به خاطر حمل مواد مخدر اخراج کرده. اون باید تکالیف مدرسه رو در خونه انجام بده، اما حق بیرون رفتن از خونه رو نداره و این موضوع اون رو حسابی عصبانی کرده.
مادرش با یک درمانگر مشورت میکنه. درمانگر بهش میگه برای پسر توضیح بده که این وضعیت به خاطر اینه که مدیرش فکر میکنه اون نمیتونه دانش آموز خوبی باشه و قطعاً مردود میشه و اگر بخواد این وضعیت تموم بشه باید با درس خوندن به مدیرش ثابت بکنه که میتونه. پسر هم برای اینکه از این وضعیت در بیاد تمام انرژی احساسی خودش رو میذاره تا مدیرش رو شرمنده کنه. این کار باعث هدایت قدرت احساسات فرد در مسیر صحیح میشه. دومین راهکار اینه که از زبون اونها استفاده کنید. مردی پیش میلتون اریکسون روان درمانگر معروف میره که ازش مشاوره بگیره. او و همسرش خانواده های مذهبی داشتن و از روی راضی کردن اونها با هم ازدواج کردن. رابطه جنسی مناسبی نداشتن و به هم احساس عشق نداشتن. شوهر به این نتیجه رسیده بوده که تقصیر هیچ کس نیست و باید دوستانه از هم جدا بشن. اریکسون بیدرنگ با اون موافقت میکنه و حتی بهش راهکار جدایی هم میده. اون میگه در یک هتل آخرین قرارتون رو بگذارین و خیلی دوستانه با همدیگه خداحافظی کنین. بعد از اون شب هیجان انگیز هر دوشون تصمیم میگیرن که به زندگی مشترکشون ادامه بدن. در واقع کاری که اریکسون کرد این بود که از طریق کلماتی که شوهر به کار برد راهکار خودش رو بیان کرد تا این دو با هم بتونن به زندگیشون ادامه بدن و هوشمندانه اونها رو از طلاق گرفتن منصرف کرد. این در صورتیه که اگر با اون مرد مخالفت میکرد و پیشنهاد منصرف شدن از طلاق رو میداد شاید اون مرد قبول نمیکرد. سومین راهکار اینه که از سرسختی اونها استفاده بکنید. یه روز پسر یه بازرگان در قرن 18 پیش بزرگترین استاد زن اون زمان هاکوین اکاکو میره و میگه هرچی به پدرش اصرار میکنه از فلسفه بودا پیروی کنه موفق نمیشه. هاکوین که میدونسته بازرگان خسیس و پول دوسته به پسر میگه برو و به پدرت بگو که هر ذکری که بگه من در ازاش پول خوبی بهش میدم. پسر میره و جریان رو برای پدرش تعریف میکنه. پدرش خوشحال میشه و چند روزی ذکر میگه و پولش رو از هاکوین میگیره. اما روز هفتم به بعد خبری ازش نمیشه. بعد خبر میدن به هاکوین که بازرگان گفته من چنان آرامشی از گفتن از کار میگیرم که نیازی به پول ندارم و بعد از چند وقت به یک فرد خیر در معبد هاکوین تبدیل میشه. اغلب مردم کاری که به اونها توصیه میشه رو انجام نمیدن و میخوان قدرت ارادهشون رو ثابت بکنن. حالا اگه با کار اونها موافقت کردید و گفتید همون کار رو انجام بدن، برای حفظ قدرت ارادهشون همون کار رو انجام نمیدن و این همون چیزیه که شما میخواستید. به این فرایند میگن روانشناسی معکوس. یعنی گاهی وقتا لازمه که شما وقتی درخواستی از کسی دارین با اون موافقت بکنین و به صورت مستقیم بهش نگین که اون کار رو انجام بده و اون موافقت شماست که باعث میشه که اون تغییر مسیر بده و کاری که شما در نهایت میخواین رو انجام بده. بسیار خوب دوستان، امیدوارم که از این اپیزود هم استفاده لازم رو ببرید و به عنوان یک موجود اجتماعی یک قدم به وجود واقعی خودتون نزدیک تر بشید. تا اپیزود بعدی، خدا یار و نگهدار شما.